سرخط مهمترین خبرها، ساکنان تاجیکستان را بار چهارم ضد کرونا ویروس ام می کنند. اینجا آوردم مدت 35 40 روز 22 روز محکم شیدگیم. یک ماه است که اینجایم، کسی به دادمان نمی رسد. نامه داد مهاجران از بازداشتگاه و مقامات گفتند از استفاده لامپ های کم مصرف دست می کشند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نوید بامدادی. امروز 3 آوگوست است. مقامات گفتند ساکنان کشور را بار چهارم با واکسن ضد کرونا ویروس ام می کنند. دفتر مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی با پخش خبرنامه گفت روز 29 آوگوست وزیر تندرستی و دیگر کارمندان وزارت بار چهارم ام کرده شدند. در خبرنامه رسمی آمده است با نظرداشت وضع مرکب بیماری کووید 19 در یکچند کشورهای همسایه، شروع از 16 آوگوست سال روان دوره چهارم معرکه واکسیناسیون بر ضد سرایت کرونا ویروس میان کارمندان ساحه تندرستی کشور آغاز گردید. مقامات گفتند فعلا وایه چهارم واکسن ضد کرونا ویروس به شخصان از 60 سال بالا گذرانده می شود و گفته مسئولین وزارت تندرستی بعد از طبیبان و شهروندان سنی از 60 سال بالا، نفران دارای بیماری های مزمن غیر سرایتی با وایه چهارم واکسن فرا گرفته می شوند. تاجیکستان برای ام کردن ساکنانش از چین، آمریکا و اروپا واکسن گرفته است. مقامات نیم سال است که حالت های نو گرفتار شوی با کووید 19 را خبر نمی دهند، هرچند چندین ساکنان گفتند تشخیص گرفتاری آنها را با کرونا ویروس ثابت کرده است. مقامات گفتند به خاطر پیشگیری از ورود بیماری به کشور، نظارت در فرودگاه ها را سخت‌تر کردند. ده ها مهاجر تاجیکی که در بازداشتگاه موقتی کراسنایه سله واقع در کنار شهر سن پترزبورگ روسیه نگهداری می شوند، از مقامات تاجیک خواستند که به آنها کمک کنند. آنها که به ویران کردن قاعده های بود و باش متهمند، از بی‌تفاوتی مسئولین تاجیک نسبت سرنوشتشان شکایت دارند. در یک نواره که مهاجران بازداشت شده از داخل بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی کراسنایه سله واقع در کنار شهر سن پترزبورگ روسیه به رادیوی آزادی فرستادند، گفته می شود که آنجا شهروندان تاجیکستان بیشتر از یک ماه است که نگهداری می شوند ولی کسی به دادشان نمی رسد. همینجا آوردم مدت 35 40 روز 22 روز محکم شیدگیم ای سبب رگیستراسیون ایجا یگان آدم کشم نیست یگان چی هم نیست. در کنسولگری تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ گفتند از حال آنها خبر دارند و برای حل مشکل مهاجران رسیدگی میکنند. مسئولین کنسولگری گفتند این گروه مهاجران تنها بعد از قرار دادگاه می توانند از روسیه اخراج شوند. حامد جان نظری کنسول جنرال تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ در صحبت با رادیوی آزادی گفت بر اساس قاعده های بازداشتگاه آنها حق دارند در 3 ماه یک مرتبه از بازداشتگاه دیدن کرده با مهاجران بازداشت شده صحبت کنند. نزدیک 300 هزار شهروند تاجیکستان در چند سال اخیر از روسیه اخراج شدند. لامپ های کم مصرف سیمابدار که مقامات زمان مردم را وادار به استفاده آن کرد و اکنون میگویند از این دست کشید، از لحاظ اکولوژی و سلامتی ساکنان زیان مرگاور داشته است. برخی اکولوگ های تاجیک که به تحقیق این موضوع مشغولند میگویند سیماب داخل چنین لامپ ها از همه بیشتر به حیات کودکان که قشر آسیب پذیرند خطرناک است. سال 2009 مقامات برای استفاده لامپ های کم مصرف یک معرکه کلان را آغاز کردند ولی حالا میگویند از استفاده آنها دست میکشند. علیشر ظریفی و شهلا عبدالله موضوع را تحقیق کردند. تاجیکستان واردات و فروش لامپ های کم مصرف سیمابدار را منع کرد، ولی کارکرد و بی‌ضررگردانی چنین لامپ ها که به سلامتی انسان ضرر دارد به یک مشکل جدی تبدیل یافته است. در بیشتر از 10 سالی که حکومت استفاده چنین لامپ ها را حتمی و ضرور می دانست، تنها در انبارهای کشور زیاده از 2 میلیون دانه چنین نوع چراغ های کارناشویم جمع آوری شدند. در کارخانه خوجگی منزلی و کمونالی گفتند بخشی اعظم لامپ های سیمابدار از گوشه های مختلف کشور جمع آوری شده برای کارکرد با جمعیت سهامی کشوده چراغ در شهر اسفره انتقال یافتند. در سال 2017 از طرف صاحب کار انفرادی اهرو رایمش که اجازه‌نامه برای جمع آوری لامپ ها گرفتگی از طرف کمیته حفظ محیط زیست باید که از فدراسیون روسیه 2 تا دستگاه بی‌ضررگردانی وارد میکرد.
аммо мутаассифона то имрӯз ягон дастгоҳ воридкардагӣ нестай. Дастгоҳе ки соли 2018 аз тарафи худи кумитаи ҳифзи муҳити зист дастгоҳи безарарони лампҳо ворид карда шуда буд, дар ҷесикаи чаро барқарор карда шуд, бинобар сабаби ки лампҳо дар онҷо ҷамъоварӣ кардан бояд безарар гардонда мешуд. аммо бо сабабҳои номаълум соли 2018 моҳи октябр бояд ки фаъолият мекард дастгоҳ. намедонам чӣ сабаб шуд, то ҳол дастгоҳ фаъолият кардагӣ нест, ба кор шурӯъ кардагӣ нест. ба қавли намояндаи корхонаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, масъули иҷрои қарори ҳукумат дар мавриди коркарди лампаҳои симобдор кумитаи ҳифзи муҳити зист аст. дар кумитаи ҳифзи муҳити зист гуфтанд, барои коркарду безараргардонии миллионҳо дона лампаҳои ба қавли хатарнок корҳоеро анҷом доданд. алакай дар шаҳри Исфара дар корхонаи ҷеска чарух ҳамин таҷҳизот гузошта шудааст, муҷаҳаз карда шудааст ва коргарон мутахассис аз Федератсияи Россия даъват карда шуд. мутахассисоне ки бо ин кор машғул мешаванд, онро аввал дар муддати 10 рӯз омӯзонданд. либосҳое ки барои безарарагар барои ҳифзи худашон лозим аст, ҳама инро гирифтанд ва ҳозир аллакай кор карда истодаанд ва ҳамарӯза чиқа гуфтам аз 3 то 4 ҳазор адад коркард шуда истодааст. барномаро бо хабарҳои ҷаҳонӣ идома медиҳем. عراق دوباره گرفتار یک بحران سیاسی شده است. روز 29 آوگوست مقتدی الصدر یک روحانی پرنفوذ شیعه در عراق اعلان کرد که از سیاست کنار می رود. به اطلاع شبکه بی بی سی بعد این اعلان طرفداران این روحانی به قصر پرزیدنت حمله کرده آن را تصرف کردند. هرچند پلیس در بغداد و دیگر شهرهای عراق ساعت کمندانتی اعلان کرده است ولی اعتراضات همچنان ادامه دارند. تلویزیون ایران اینترنشنال شب گذشته خبر داد که بر اثر برخورد پلیس و اعتراضگران حداقل 12 نفر کشته شده، 10 نفر مجروح شدند. مقتدی صدر از روحانیان پرنفوذ در عراق است که ائتلاف تأسیس دادش در انتخابات 10 ماه پیش پارلمان کرسی های از همه زیاد را صاحب شد، ولی ائتلاف آقای صدر تا حال برای تشکیل دولت نتوانستند با دیگر گروه ها زبان یابند. چندین رسانه های جهانی گزارش دادند که دولت فعلی عراق در استانه فروپاشی قرار دارد و این کشور نفتخیز عربی گرفتاری باز یک بحران تازه است. مشکلی نپرداختن معاش به مهاجران کاری از جانب کارفرمایان در روسیه بعد آغاز جنگ اوکراین سخت‌تر شده است. در حال حاضر شرکت‌های خارجی نیز هستند که معاش کارمندانشان را سر وقت نمی‌پردازند. مهاجران ازبکستانی که در شرکت ترکی ساختمانی دینامیک گروپ در ولایت مسکو کار می‌کنند، شکایت دارند که 45 میلیون روبل معاش خود را نمی‌توانند بگیرند. به گفته مهاجران این مبلغ معاش نزدیک 200 کارمند است. کارمندان شرکت ترکی امیر کانس در ولایت مسکو نیز عین همین شکایت را دارند. به گفته آنها این شرکت 17 میلیون روبل معاش کارمندانشان را نپرداخته است. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 آوگوست را فرا می گیرد. اوگوست سال 2011 در دوشنبه رسم افتتاح پرچم تاجیکستان با درازی ستون 165 متری برگزار شد. میله پرچم ملی تاجیکستان را رسما همچون بلندترین فلگ‌استاک دنیا در کتاب رکورد‌های گینس ثبت کردند و پرزیدنت امام‌علی رحمان آن را افتخار ملی نامید. منقدان حکومت ضرورت صرف 10 میلیون دلار برای این انشاءات را زیر سوال بردند و بعد از 3 سال عربستان سعودی با بنیاد میله 170 متری پرچم ملی این رکورد را زد. 3 آوگوست سال 2017 دهم لیسه تاجیک که در تماجویی و رشوه‌خوری متهم شد بر اساس یک شکایت جهانگرد ترک مجازات گردید. قبل از محمد گنج یک سیاه آلمانی عین چنین تنقید را به زبان آورد و قبل سیاه خارجی حتی اگر سندهای درست باشد پلیس تاجیک از توپاره طلب میکند. کروپسیه در صفی پلیس یک مشکلی عمده گفته میشود.
پایان ماه آگوست سال 1964 در دوشنبه اولین کنسرت انسامبل استرادی گلشن برگزار شد که چون سنه تاسیس این دسته معروف موسیقی شناخته می شود. ستاره های هنری این گروه تمارا کتایو و مقدس نبی و خورموشیرین و تاجدین محیدین و بهادر نعمتوف مغفرت امرقلو و دیگرها با اجرای ترانه های تاجیکی و رشد موسیقی معاصر تاجیک سهم گذار شدند. قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی شبانه روز گذشته چندان تغییر نیافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی با 166 سومان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1013 سومان عوض می‌شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 آگوست چنین است. بینندگان عزیز تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. برنامه بعدی ما 2 ساعت بعد تقدیم شما می شود. تا آن دم خدا نگهدارتان.